سلام، جادی هستم. داریم ادامه میدیم درسای LPIC 1، امتحان 101 رو رسیدیم به ماجول 103 ممیز 2، پروسس کردن متن ها، در واقع یا شکل درست تر بگم استریما که میبینیم دقیقا معنیش چیه، از طریق فیلترها. وزنش 3 است. از حالا بهتون بگم که یه ماجول بسیار طولانیه، شاید طولانی‌ترین ماجولی که داریم. اگر به نوتای من رجوع نمی‌کنین توی آدرس j.mp/jadi-lpic1، اگر به این رجوع نمی کنین یا حتی اگر رجوع می کنین، بد نیست که قلم و کاغذ داشته باشین و یا خورده نوت بردارین، چون بسیار بسیار طولانیه. می بینین اگر قهوه می خورین قهوهتون رو آماده کنین، اگر قرار دستشویی بریم بریم، چون که حدود یک ساعت باید منتظر باشین و نگاه کنین. کار اصلی که می خواهیم بکنیم درک این موضوعه که ما چجوری می تونیم فایل های متنی رو به استریما بفرستیم یا از طریق های دیگه ای اوقات مفهوم استریم رو درک کنیم و بفهمیم که سیستم های یونیکس چجوری با استریم های تکستی کار میکنه و تغییرشون میده و بخشی از دستوراتی که توی گنو هست رو ببینیم. دستوراتی که خواهیم دید cat, cut, expand, unexpand, format, head, od, join, nl, paste, pr, set, sort, split, tail, tr, unique و wc. اوکی؟ اما اول مفهوم استریم رو ببینیم چیه. توی یونیکس و کلن توی در واقع سیستم های یونیکس بیس، در نتیجه لینوکس، حجم خیلی زیادی از چیزا متنی هست. لاک فایلاتون، کانفیگ فایلاتون، حتی یه بخشی از کارهایی که تو نتورک اتفاق میفته، پروتکل ها، اینا بخش بزرگیشون متن هستن. شما باید بتونین این متن ها رو کنترل کنین، تغییرشون بدین، یه چیزی توشون بگردین، باهاشون کار کنین، ذخیرهشون کنین، به هم بچسبونینشون، این جور چیزها، بشمرینشون و این جور چیزها. چه جوری اتفاق میفته؟ با یه مفهومی تحت عنوان استریم. استریم توی انگلیسی یعنی جریان، مثل رودخونه. یه چیزی همینجوری داره رد میشه، ما یه سری فیلتر میذاریم روش، کارهای روش میکنیم. تکست فایل ها رو میتونم به عنوان استریم ببینم. ما حرف زده بودیم سه تا استریم اصلی داریم: STD in ورودی همیشه، STD out خروجیه، STD error ارورا. در واقع اگر فرض کنیم من میخوام یه فایلی رو رد کنم، متناشو بشمارم، بگم اینجا چند تا خط داره این فایل، این فایل رو به شکل یه استریم میدم به ورودی یه دستوری که هر خطی که میشه رد میشه رو میشماره و خروجیش رو در نهایت این دستوره خروجیش رو یه جایی مینویسه. اگر به ارور بخوره یه جای دیگه مینویسه. ممکنه اینجا یه خروجی واقعی و ارور، خیلی وقتا دوتایش هم اسکرین من باشه، من نمیتونم بزنم ارور دو نقطه این، در واقع خروجی رو مینویسه، ارور هم همونجا مینویسه، من نمیبینم، ولی ممکنه بعدا یاد میگیریم که بتونم اینا رو از هم جدا کنم. این مهم نیست. پس استریم میشه هر شکلی از دیتا که داره رد میشه و من با فیلترام روش تغییر میدم و خروجی فیلترها رو یه کاری میکنم. خیلی از دستورهای من هم میتونن دیتاشون رو از استریم بگیرن، هم از یه فایلی که مستقیم بهشون میدیم. مثلا دستور cat، این چی بود؟ دستور cat که ما گفتیم یک فایل رو نشون میده. من یه فایل دارم به اسم my data، میگم cat کن، محتواش رو نشون میده. در واقع دارم یه اسم فایل میدم به دستورم. حالا اگر بزنم به شکل خالی cat، من هرچی تایپ کنم رو نشون میده. من هر چی تایپ میکنم رو همون موقع نشون میده. در واقع داره مثل یه استریم کار میکنه. کنترل سی بریک میکنم، یا به شیوه درست‌تر شما میتونیم با کنترل دی بیایم بیرون همیشه. کنترل دی. اوکی، در واقع استریماتون رو به شکل صحیح قطع میکنه. کنترل سی بریک میکنه، دستورم دیگه ران نمیکنه. ما الان یه مفهوم خیلی خیلی مهمی داریم به اسم پایپ. لوله کشی توی لینوکس بسیار بسیار مهمه. فلسفه یونیکس این نیست که من یه چیز خیلی بزرگ بسازم که کارهای خیلی خفنی میکنه. فلسفه یونیکس اتفاقا شبیه لگو بازی کردنه. اینه که من یه کلمه ابزار کوچیک بسازم، شما اینا رو با هم بچسبونین، کارهای جالبی بکنین. یه ابزار بسازم که فقط بلد سورت کنه. بهش یه ورودی بدین، همون مفهوم استریم، خروجیشو هر کاری دوست دارین بکنین. فرض کنیم من میخوام بشمرم که چند بار ارور 512 در فایل دی مسیج اتفاق افتاده. یه ابزار ندارم که کانت دی مسیج 15 که بگم عجب چیز قویه میره اون تو میشموره، بلکه دستور شمردن خط رو دارم، دستور گرپ رو دارم که بتونه اینو جدا کنه، دستور کت کردن رو دارم. درنچه میگم این رو بده، اینش رو جدا کن، اینش رو بشمر.
اینا رو به هم وصل میکنم با لوله ها. به این پایپ میگیم لوله، چون قیافه شبیه لوله است، خط مستقیمه، بهش میگن پایپ. ببینیم چه جوری کار میکنه. من اگه LS بگیرم همه یه فایلامو به من نشون میده، فایلایی که اینجاست، LS با سویچ 1، اوکی، بدون هیچ چیز اضافی. اگه LS معمولی بگیرم اینجوری نشون میداد. من LS با سویچ 1 میگیرم که تو یه هر دونه رو توی یک خط نشون بده. حالا اگه بخوام اینا رو سورت کنم، میگم ورودی دستور سورت رو که بعداً میبینین از LS بگیر. اگر حالت عادی بود سورت رو میزدم، باید بهش یه فایل میدادم یا یه استریم مشخص میکردم، ولی من میتونم بگم که LS-1 خروجیش رو بده به ورودی سورت، لوله بکش به سورت. در واقع میاد اینجا سورتش میکنه HMUW. خودشون هم این شکلی بودن. بذاریم بس بدم به سورت ریورس، سویچ R، سورت برعکس. یا بالا ببینیم برعکس شد، WUMH. در واقع من دارم لوله میکشم بین اینا، هر چند تا لوله دیگه هم میتونستیم بکشیم، مثلا WC-L جلوتر میبینیم تعداد خطا رو میشموره. من میگم دایرکتوری بگیر، سورتش کن، تعداد خطاشو بشمور، که شما میتونین عاقلانه بگین که نیازی به سورت هم نداشت دیگه، سورت شده و نشده، تعداد خطا یکیه. 6 تا فایل دارم پس من اینجا. اوکی، به این میگم مفهوم پایپ کردن که خیلی مهمه. یه مفهوم دیگه مهم که اینجا استفادهش میکنیم دستور ریدایرکت کردنه. فلش اینجوری. خیلی هم آسونه مفهومش، نمیدونم چرا بعضیای گیج میشن که فلش کدوموری بود. معلومه دیگه. LS بگیر، هر فایل توی یک خط بریزش توی مای فایلز. در واقع به جای اینکه خروجی رو شما روی حالت عادی STD آوتی که یادتونه، به جای اینکه رو حالت عادی بنویسمش، میگم خروجیت رو، در واقع STD آوتت رو، ارور رو نه، بریز تو اون فایل. اگه ارور میداد اینجا میدیدینش. اوکی، ببینید، من میگم که خروجی فایل temp چرت فلان فلان رو بریز توی مای فایل، ارور میده، cannot access، همچین فایلی ندارم. ارورش رو من اینجا میبینم، چون فقط خروجی استانداردم رو ریختم تو فایل. توضیح داده بودم استریم ارور از استریم این جداست. حالت عادی که ما رو صفحه بگیریم خب نمیفهمیم که این ارور بود، ولی وقتی بگیم خروجی std outت رو بریز تو فایل، میفهمیم که این بخش ارورش اینجا نوشته شده، توی فایل دیگه نباید هیچی باشه، فایل خالیه چون هیچ خروجی نداشته این برنامه. در حالی که اگر خود ls رو بریزم توی my file و بعد کت کنم my file رو، خروجی که قرار بود بنویسه رو ریخته تو فایل. پس دو تا چیز یاد گرفتیم. وقتی پایپ میذاریم اولی به دومی لوله کشی میشه، خروجی اینو میده به این. وقتی که اینجوری میذاریم، علامت حالا نظر فنی بزرگتر، من اینجوری خروجی بیشتر یادم میمونه. وقتی میگم این دستور رو بریز توی این، میریزتش توی دونه فایل که من میتونم بعداً از این خروجیم استفاده کنم. این میشه مفهوم ریدایرکت کردن. ساده ترین چیزی که داریم کته. کت همه چیز رو از شما، از این به بعد شما اگه بخواید حرفه‌ای باشین باید منش رو نگاه کنید. کانکاتنیت میکنه فایل‌ها رو به هم میچسبونه، اگر درست بگم الحاق میکنه به هم فایل ها رو. دیکشنری من گلدن دیک اگه استفاده میکنم، یه سری فایل رو به هم میچسبونه. ما معمولا هیچ سویچی استفاده نمیکنیم تو LPIC 1 درباره کت، ولی چند تا نکته ریز داره. ببینیم من چه فایلایی دارم. من میتونم بگم فایل هاو کول رو برام کت کن. میگه جادی 5 تا باحال، سینا 6 تا، روبیک 2 تا، شما 12 تا. آفرین، ادامه بدیم به درس، باحال تر هم میشه. من میتونم بگم کت کن یوزز رو، ببینیم کی چی استفاده میکنه. شما فدورا استفاده میکنین، جادی اوبونتو، روبیک ویندوز، ندام مک استفاده میکنه. اوکی، من میتونم بگم کت کن هم یوزز رو هم هاو کول رو، همون فایلزی که ساختیم رو، مای فایلز. اول اینو مینویسه، بعد اینو مینویسه، بعد اینو. پس عملا اگه شما بخواید چند تا فایل رو با هم بچسبونیم، میتونیم به این همه این فایل ها رو بریز تو all data. بزنین یه مثال هم بزنم، cat uses u پتورا استفاده میکنیم. من میتونم sort کنم uses رو، sort میکنم به ترتیب حروف الف با JNRU، جا به جا شدن، درسته؟ چیز مهمی که باید بدونین اینه که توی cat
اولا مثل قبل کنترل دی این رو میبنده، یعنی اگر بگم کت هرچی من بدم رو وارد میکنه، کنترل دی که بزنم اینپوت استاندارد بسته میشه میاد بیرون. دومیش اینه که علامت خط فاصله یعنی استیدی این، اگه من بگم کت کن مای فایلز رو بعد هرچی از استیدی این بت دادم رو بعد یوزز رو، اول میاد دقت کنیم بالا مای فایلز رو هرچی توش هست مینویسه تو اون فایل، منتظر استیدی این میمونه، من هرچی بدم رو اینجا تایپ میکنه، من کنترل دی که بزنم قسمت بعدی رو میره. فرقش با کنترل سی رو هم میتونیم ببینید، اینجا هرچی من بزنم رو مینویسه، اگر کنترل دی رو بزنم ادامهش رو مینویسه، در واقع من دارم این استریم رو قطع میکنم به شکل درست و ادامه میدم، ولی اگه کنترل سی بزنم اینجا هرچی مینویسم مینویسه، کنترل سی که بزنم کلا دستور رو بریک میکنه، از دستور میاد بیرون. پس شما با کنترل دی استریماتون رو میبندید. آخرین چیزی که خیلی دیگه پیشرفته است توی این جریان تو سوالا اینه که این ورودی استاندارد رو مشخص میکنه. ورودی استاندارد گفتیم میتونه از پایپ هم بیاد، یعنی اگر من اینجا بزنم سورت شده یوزز رو بنویس اینجا، بگم در واقع سورت کن فایل یوزز رو محتویاتش رو، بعد کت کن مای فایلز رو استیدی استاندارد رو بعد یوزز رو، اینجا رو با این پر میکنه چون من از طریق پایپ ورودی بهش دادم. اول میاد مای فایلز رو مینویسه، هاو کول مای دیتا فلان 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 تا وات آی هاف، این محتویات این فایل. بعد میاد ورودی استاندارد رو میزی که میشه سورت شده یوزز جادی ندا روبی کیو، میشه سورت شدهش. بعد خود فایل رو توش رو مینویسه که میشه بوده در واقع یو جادی روبیک ندا، یعنی در واقع این رو یک بار سورت کرد اینجا نوشت، یک بار دقیق نوشت. این دیگه پیچیده ترین چیزیه که میتونم به شما بدم، لازم نیست اینو یاد بگیریم، معقوله دیگه. شما یادتون هست که تو هر جایی که پایپ داشتین ورودی استاندارد دستورتون از خروجی این میاد، هر جایی که این علامت رو داشتین یه خط فاصله در واقع داش، ورودی استاندارد اینجا میشینه. اوکی کت رو تموم میکنیم میریم سراغ اودی. نگران نباشیم بعضیش سخت‌تره بعضیش آسان‌تر. اودی مخففه، بذار اینجوری بهتون نشون بدم، همیشه میتونین من بگیرین، دامپ فایلز این اوکتال ان آدر فرمتس. اوکتال دامپ، دامپ کردن یعنی اینکه ریختن یه دستور در پایین، مثلا دامپ کردن با بیل دامپ میکنیم یه چیزو یه جایی، دامپ کردن تو کامپیوتر یعنی دیدن محتویات یک چیزی یا یک شیوه فنی‌تر معمولا، یا اینکه ذخیره کردم مثلا مموری وقتی کرش میکنه اون صفحه آبی تو ویندوز میاد دیتا رو دامپ میکنه توی فایل که شما بتونین ببینین که چی شده که اینجوری شده. حالا مثلا و اودی میتونه به شما اطلاعات واقعی تری بده، مثلا بذاریم ببینیم کت یوزز یو فدورا استفاده میکنین جادی اوبونتو روبیک این کت هاو کول هر کی چقدر باحاله. ببینین این با این فرق میکنه، اسپیساش انگار بهتره. چجوری اینجوری شده؟ این شاید تب باشه، بذاریم با اودی ببینیم. اگه بزنم اودی ها کول همه رو برام دامپ اوکتال میکنه، در واقع اوکتال اوکتال تا دامپ میکنه که من چیزی نمیفهمم. معمولا ما سویچ هایی استفاده میکنیم مثل اگر داش ای بگم، اولش دوتا سویچ اصلی شما دارین اینجا براتون آوردم، اگر داش ای بگم و پشتش یکی از اینا رو بذارم، یعنی در واقع دی برای دسیمال، او برای اوکتال، اچ برای هکس یا ان برای هیچ، میگه این اولش رو چجوری نشون بده. من میگم دسیمال نشون بده، ده دهی که ما میفهمیم. اینجا میگه که از کاراکتر صفرم شروع میکنم برات مینویسم، کاراکتر 16 همش ایناست، کاراکتر 30 همش ایناست. من دارم میتونم اینا رو هم کنترل کنم، یعنی بگم AD اوکی داش A D که اینها رو واسم دسیمال بده، داش اگه سی بزنم یعنی کاراکترها رو به شکل معقول بهم نشون بده، اگر ای بزنم یعنی نیمد کاراکترها رو بهم نشون بده. دوتاشو میبینیم و هر دوتاشو میشه این شکلی هم زد. اینجا براتون آوردم داش تی در واقع میگه که اون دیتا رو چجوری نشون بده، به فرمت A یا به فرمت C. C کاراکتره، A only named characters. اگر در واقع اول بذارین سی بزنم کاراکتر، میگه این در واقع جی بوده، بعد ای بوده، بعد دی بوده، کاراکتر 16 همت بی بوده. اینجا داره نشون میده که در واقع فایل هاو کول من تب داره داش تی. اسکیپ ها یادتون از درس قبلی. اگر همین رو با ای نشون بدم
اینجا در واقع نیمز کاراکتر میزنه، میگه این تبه، این نیو لاینه، مثل همینه، فقط به جای اینکه در واقع سیکوئنس اسکیپ نشون بده اسمشو مینویسه نیو لاین مثلا، یعنی ال، دقت کنید یه نوع یه جاست، در نتیجه این یه کاراکتره که کاراکتر نیو لاینه، این کاراکتر سفید تبه. اوکی، حالا میتونم فرق این دو تا فایل رو ببینم. من داش سی رو ترجیح میدم، اینجا هم میگم با این نشون بده، هاو کول اینجوریه، یوزز اینجوریه. ببینید اینجا اسپیس داریم توی فایل یوزز بین یو و فدورا که بعد یه انتر داریم، بعد نوشته جادی و بعد یه اسپیس داریم نوشته اوبونتو، اسپیس زدیم اینجا، تب زدیم. برای اینکه واضح تر باشه میشد این رو با ای بزنم، اسپیس نیمد کاراکتر، پس یعنی این، اگر ای بزنین نیمد کاراکتر رو نشون میده، اگر سی بزنین اسکیپ کاراکتر. این دوتا اصلی ترین هاشه. ایدی هم که میگفتم اینجا رو دسیمال نشون بده، میتونم بگم اینجا رو هیگز نشون بده، هیگز نداره، منش رو میگیریم. بهترین کاره همیشه میگه ای نشون میده که با چی باید نشون بدین، آن ایکس، میگه دی او ایکس ان برای دسیمال، اکتال، هگز و هیچی. پس ما باید ایکس بذاریم. ببینیم من پیجا اینجوری به درد میخورن، من میگم او دی ایکسشو نشون بده، اینجا هگز میذاره، شمردن ها رو که منطقا بلدیم دیگه، هگز و باینری و اینا، این میشه او دی. پس دستور بعدیمون اسپلیته. اسپلیت از اسمش معلومه، تیکه تیکه کردن، میتونه یه فایل بزرگ رو برای من چند تیکه کنه. ببینیم من مای دیتام یه فایل مثلا بزرگ، من میگم فایلایی که اینجا هست رو هم بذاریم ببینیم با هم، این فایل هم هستش. اوکی، کلیر میکنم، من یه دایرکتوری درست میکنم به اسم تست سی پی مای دیتا، توی تست اینو کپی کردم تو اون، بعد رفتم تو تست ls، اینجوری بهتر شد. فایل my data این توه. من میگم split کن my data رو، معمولا سویچ ها رو رسمه که اینجا میزنیم، با line خط به خط، سه خط سه خط برام تقسیمش کن. حالا اگر ls بگیرم، واسه من سه تا فایل درست کرده، cat my data، my data این بوده، cat فایل اولی که درست کرده اسمش گذاشته xaa، این بوده سه خط اولش، xab سه خط دومش، xac سه خط آخرش. حالا اگر مثلا زده بودم، بذارین همه فایلایی که با x بودن رو پاک کنم، اگر زده بودم split کن، ببخشید، با سویچ l line هر پنج خط رو بکن یه فایل my data رو، ls هم میشد این دوتا فایل cat xaa، این میشد پنج خط اول، xab میشد اینم پنج خط آخر، که خب چهار تا بیشتر نیست، هرچند فایل آخر میتونه کوچیک‌تر باشه، ولی اون یکی فایل‌ها همشون پنج خطن. بله، من در واقع مثل هر دستور دیگه میتونم تعداد زیادی سویچ استفاده کنم. سویچ دیگه ای که توی LPI باید بدونین، سویچ در واقع داش بیه، که ما میگیم با باینری جدا کن، قبلا با خط جدا کردم، من میزنم که اسپلیت کن، با باینری 40 بایت 40 بایت جدا کن. حالا حالت عادی معمولا شما اسپلیت رو استفاده می‌کردن قدیما برای اینکه مثلا بتونن یا لاگ فایل بزرگ رو سی دی بزنن، من میگفتم 650 مگ جدا کن، 640 مگ جدا کن، ولی من به هر حال اینجا بهش میگم باینری 40 بایت 40 بایت جدا کن. چه فایلی رو؟ مای دیتا رو. خروجیش رو هم میتونم همیشه بریزم توی فایلی که خودم دوست دارم، بگم به جای اینکه xaa xbb درست کنی، xab xxac همینجوری درست کنی بری جلو، output aa و اینا رو درست کن. ls میگیرم، ltrh گرفتم طبق معمول برای اینکه ببینم حجمشون چقدره، aa 40 بایت شد، ab 40 تا، ac 40 تا، ad که آخریشه فقط یه بایت براش موند. معلومه که اینا رو میتونم کت کنم ببینم چی میشه، کت مثلا AB اون وسط این هستش یه 40 بایتی. اینجوری من میتونم در واقع تقسیم کنم یه فایل بزرگ رو به کلی فایل کوچیک. یه اتفاق خیلی مهمی که دیگه ای که میفته اینه که من در واقع میتونم علاوه بر این که دیتای آوتپوت میدم،
یه سویچ دشتی هم بزنم، یعنی من بگم الان RM کن هر چی از آوتپوت هر چی هست رو، همون دستور قبلی رو میزنم. میتونستم اینجا لاین کنم، بایت کنم، بگم مای دیتا رو به آوتپوت، ولی با دیجیت کار کن به جای اینکه با حروف کار کنی و اینا رو با حروف در واقع به جای اینکه ای ای بزنه عدد میزنه برای من، 01 02 اینا. اگر می‌خواستیم بیشتر بشه، مثلا 5 رقم باشه یا هر چیزی، توی من میتونیم ببینیم چه جوری کار میکنه. مای دیتا رو پاک میکنم، کات میکنم آوتپوت هر چی هست رو توی نیو فایل، کات میکنم، بزن کلیر کنم، کات میکنم نیو فایل رو. Hello, this is second line, but as you can see, we are still writing. این اول فایل من برگشت. با چه دستوری؟ کات کردم هر چی فایل آوتپوت بود، یعنی هر چی با آوتپوت شروع میشد خروجیش رو ریختم تو نیو فایل. کات رو دیده بودین؟ وقتی ستاره میذاریم یعنی آوت هر چی پشتش بود، خروجیش رو هم که دیده بودین ریدایرکت میکنیم به یه فایل. پس من میتونم یک کارم فایل کوچولو درست کنم، بدم به یکی FTP راحت‌تر، کپی راحت‌تر یا هر چی، اون همه رو به هم بچسبونه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. سریعا میریم درس بعدی، WC. خب حالا اون دایرکتوری رو پاک میکنم، RMRF دایرکتوری تست، همه رو ریموف کن. یه بار دیگه تو دایرکتوری خودم هستم، میخوام دستور WC رو ببینم. WC به سادگی به شما میگه که WC یه فایل بهش میدین یا دوباره بهش پایپ میکنین یه چیزی رو، یه ورودی رو، میگه که این فایلی که به من دادی، این استریمی که به من دادی به عبارت درست‌تر، که میتونست اسم فایل اینجا باشه، میتونست از طریق پایپ دیتا باشه، 9 تا خط داره، 25 تا کلمه داره، 121 در واقع کاراکتر داره. WC مهمه، word count، شمردن کلمات. 9 تا خط اگر عادی روی دونه استریم بهش بدین، چند تا کاراکتر، چند تا کلمه و چند تا کاراکتر و اسم فایل. من میتونم WC همه چی رم بزنم، وقتی ستاره میزنم یعنی همه دایرکت فایلایی که اینجا هست. میگه all data 15 تا خط داره، 23 تا کلمه، 146 تا حرف و مثلا my files 7 تا خط، 7 تا کلمه، 70 تا کاراکتر. کلن هم انقدر. سویچ هم قبول میکنه مثل همیشه. مشهورترین سویچش W-L، یعنی من میگم WC لاین های مثلا مای دیتا رو بهم بده، میگه مای دیتا 9 تا خط داره. این خیلی زیاد حساب استفاده میشه برای شمردن ارورها، شمردن تعداد یه چیزی. مثلا من یه خط یه جایی دارم که آوتپوت هامو میده، میشموره که مثلا هر کی چند تا سفارش داشته، مثلا میگه جادی 5 تا سفارش، فلانی انقدر سفارش، بعد اون رو میدیم به WC ببینید کلا چند تا سفارش دارین. عددا رو با هم جمع نمیزنه ها، میگه که چند خط اون تو هستش، میگه 15 نفر تا حالا به شما سفارش دادن مثلا، یا ارورا رو میشموریم. مثلا میذارم WC-L توی ورلاگ مثلا دی مسیج رو بشمرد، دی مسیج میگه 873 خط داشت. میتونم این رو بشمرم بعدن هم ببینم یا چیزی بهش اضافه شده یا نه، یا سیست در واقع لاگ. این WC-ه. دستورهای بعدی ما هد و تیلن. اگر بزنین هد یه چیزی، سر یه چیزی، یعنی اینکه بالاش رو به من نشون بده، من میگم هد مای دیتا رو به من نشون بده، چون مای دیتا کمه همش رو به من نشون میده. بذارین مای دیتا رو یه خورده طولانی تر کنم، اند لانگر، اند گو ایون وان مور لاین. This is the actual end. من ادیت کردم فایلم و بعدن دقیق تر میبینیم وی آی رو. کت میکنم مای دیتا، الان خیلی درازتر شده. میگم هد مای دیتا رو به من بده، فقط ده خط اولش رو میده. حالا به شکل اتفاقی دفعه پیشم من دقیقا فقط ده خط نوشته بودم، آن نه یه بایم داشت. هد هر چیزی، هد یه استریم که دوباره میتونه فایل باشه یا با پایپ بیاد، ده خط اولش رو میده. من میتونم با داش ان 6 6 خط اولش رو ببینم، به اصولا برای ساده تر شدن با داش 6. تیل هم دقیقا همین کار رو میکنه،
تیل مای دیتا در خط آخرش رو به من میده. تیل داش n2 n3 میتونستم جدا بنویسم، خطری نداشت. سه خط تا آخرش رو میده. و همینجوری تیل 3. اوکی، هد تیل رو دیگه نشون نمیدم. هد اینجاست. تیل هم ته. ته و بالای فایل رو به من نشون بده. خیلی زیاد دوباره تو استریم ها به کار میره. من یه برنامه میسازم که یه خروجی بزرگی داره چاپ میکنه، به جای اینکه هی بشینم ببینم چی شد خروجیش، چی شد خروجیش، هدش رو میبینم ببینم درسته یا نه. PS3 همه پروسه های سیستم رو تایپ میکنه. خب نمیبینینش. در نتیجه میگین هدش رو بده من فقط ببینم بالاش چه شکلیه. PS3 هد رو بده من ببینم بالاش چه شکلیه. اینیت اینجوری. PS3 که خیلی دراز بود، تیلش رو به من نشون بده ببینم چه جوریه. میگه تهش این شکلیه اون فایل درازی که دیدی، اون متن استریم درازی که دیدی. یه چیز دیگه که باید درباره تیل بدونین، تیل داش اف که بسیار 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 زیاد استفاده میشه. حالا تا وقتی دیدین من میزدم تیل ور لاگ سیسلاک، سیسلاک اتفاقاتی تو سیستم میافته رو به من نشون میده، میگم آخرین اتفاقات رو به من نشون بده. حالا میخوام یه دونه اس دی کارت به لپتاپم وصل کنم، بعد هی اینجوری بزنم ببینم چی شد، وصل شد یا نشد. به جای این من میگم تیل داش اف، تهش رو به من نشون میده و باز نگه میداره. اگه دیتای جدیدی بیاد به من نشون میده. من اینو الان میدارم وصل میکنم به کامپیوترم. سیسلاک زد که یه MMC وصل شد، نیو های سپید SD کارت تو آدرس فلان وصل شد. جداش میکنم. گفتش که MMC صفر کارت 123 ریموف شد. کنترل C ازش میام بیرون. پس این خیلی مهمه تو سیستم. ادمینای واقعی در طول روز چندین بار تیل داش اف میزنن. فایل لاگ رو باز نگه میداره یا هر استریمی که بهش بدین رو. در خط آخری که اومده رو نشون نمیده، بلکه در خط آخر نشون میده، ثبت میکنه، اگر دیتای جدیدی اومد اون رو هم نشون میده. تقریبا به نصف رسیدیم، رویتون حفظ کنید. اکسپند و آن اکسپند و تی آر آسون تر میشه از اینجا در واقع، چون دستورها دیگه جمع و جورتر میشن یک کمی. اکسپند تنها کارش اینه که تب های توی یه استریم رو ریپلیس کنه با اسپیس. از اودی یادتونه، فایل cat uses توش اسپیس زده بودم، فایل cat how cool توش تب زده بودم. من اگر بگم expand کن how cool رو، در واقع واسه من expandش میکنه. ولی من و شما چیز دقیقی نمیبینیم. بذاریم به اودی چک کنیم. من میگم expand کن، ببخشید cat کن how cool رو، خروجیش رو بده به اون اودی که اکتال دامپی که یادتونه با کاراکتر مشخص شده که چیه. میگم expand کن how cool رو با کاراکتر مشخص شده چیه، خروجیش رو بده به اودی. حالا فرقو میفهمم. زده بودم جادی یه دونه تب 5، میرفتم سر خط. سینا یه دونه تب 6، در حالی که الان زده جادی اینقدر اسپیس 5. بعدش میرم سر خط، سینا اینقدر اسپیس فلان چیز 6. در واقع اومده اکسپند بازش کرده دیگه، به جای اینکه یه دونه تب باشه چند تا اسپیس برای من زده. هرچند میتونستم با داش ان اینجا آوردم بگم که چند تا اسپیس به جای هر تب بزنه، ولی من باش کاری ندارم. دومیش آن اکسپنده. آن اکسپند درست برعکس این کار میکنه. ببینید من فایل یوزز رو داشتم، درسته؟ میگم کت کن یوزز رو با پایپش کن، خروجیش رو بده به اودی که با کاراکتره. شما اینم میدونین که من خیلی از در واقع فیلترام میتونن مستقیم فایل بگیرن، یعنی من میتونستم اینجوری هم بزنم این رو، اوکی؟ بگم یوزز رو نشون بده با اودی داش سی کاراکترها رو نشون بده. اینجا یه دونه اسپیس فقط دارم. اما در یک حالت دیگه میخوام اینو آن اکسپند کنی برام چی رو؟ یوزز رو. شما حتی میدونین که من میتونستم بزنم کت کن یوزز رو، در واقع این رو تایپ اطلاعاتشو نشون بده، به عنوان ورودی بده به این آن اکسپند که انتظار دارم چیکار کنه؟
انتظار دارم اسپیس ها رو با تب جایگزین کنه، خروجیش رو بده به اودی. هیچ کاری نکرد. چرا هیچ کاری نکرد؟ چون که دو تا نکته داریم. آن اکسپند یک، اولا باید ای بهش بدیم. در حالت عادی فقط اسپیس های اول رو تبدیل میکنه. اگه بزنم ای، همه ای اسپیس رو تبدیل میکنه به تب، ولی بازم هیچ کاری نکرد. دومیش چیه؟ یه اسپیس معنی یه اسپیس میده. دو تا اسپیس و بیشتره که میتونه با تب جایگزین بشه. یه اسپیس اگه میکرد تب، که توی یه دونه جمله همه چی بین کلمات میشدن تب. در نتیجه آن اکسپند فقط رو بیشتر از یک اسپیس کار میکنه. این دو نکته رو یادتون باشه، اکسپند و آن اکسپند. اولی تب ها رو تبدیل میکنه به اسپیس، دومی اسپیس ها رو که بیشتر از دو تا باشن، یعنی بیشتر از یکی باشن، دو تا یا بیشتر باشن، رو تبدیل میکنه به تب. خیلی وقتا قدیما اینا خیلی به درد میخورد، الان شاید کمتر به درد بخوره. در مورد خط فاصله هم که حرف زدم، هر جا خط فاصله داشته باشیم یا دش، ورودی استاندارد اون میشه. من اگر بگم کات کن، چندین بار دیدینش، مای دیتا دیگه الان خیلی بزرگ شده، یوزز رو بعد ورودی استاندارد رو بعدش هاو کول رو، یوزز رو مینویسه، مورد منتظر ورودی استاندارد میمونه، هر چی بهش میدم رو مینویسه، بعدش که کنترل دی بزنم، یعنی این ورودی استاندارد تموم شده، هاو کول رو مینویسه. کاربردی تر از این وقتیه که شما مثلا سورت میکنین هاو کول رو، بعد میگین اینو سورت کن توی کت، اول یوزز رو بنویس، بعد ورودی استانداردی که از اینجا اومده رو بنویس، بعدش هاو کول معمولی رو. اول کت میکنه، بعد هاو کول سورت شده رو مینویسه، بعد این رو. خیلی جاها ممکنه کارتون راه بندازه، تو سوالم تریکشه دیگه. دستور بعدی پی آر پرینت. مثلا هیچ وقت دیگه نمیبینینش. پی آر میتونه برای پرینت کردن یه چیزی رو آماده کنه. قدیما خب پرینترها متنی بودن، دات ماتریکس بودن، صدا میدادن، پرینت میکردن. پی آر میتونه اینها رو در واقع یه فایل تکست رو فرمت کنه که تو اون پرینترها خوب در بیان. مثلا اگر من کت کنم مای دیتا، یه همچین چیزی میشه. اگر کلیر کنم بگم به جای کت پی آرش کن مای دیتا رو، دقت کنین پی آر فقط فرمت میکنه، پرینتش نمیکنه. اگه شما میخواستین پرینت کنین، میتونستین خروجیتون رو بریزین توی فایل، اون فایل رو پرینت کنین، یا اصولا حالا بعدم میبینیم خروجیتون رو بریزین توی دونه دیوایس پرینتر. خیلی زیادترش کرد چون میخواست صفحه بندیش کنه. پی آر اومد گفت بله این تاریخ هستش، فایل مای دیتاس اسمش، صفحه اول، اینها رو نوشت، بعدش بقیه صفحه رو خالی گذاشت. اگر خیلی طولانی تر بود صفحه دوم سوم رو هم مینوشت. مثلا اگر من پی آر کنم ورلاگ دی مسیج رو، ببین اینجا نوشته که بله تاریخ فایل تاریخش اینه، این فایل هستش، الان صفحه 16 همش هستیم. اگه پرینت می‌کردین مرتب تر می‌شد. با تصوراتی که از پرینتر خودش داره. معلومه که من پی آر به شما چیزای خیلی زیادی میده که تو هر صفحه‌تون چند تا خط میتونه پرینت بشه و چیزای دیگه. دابل اسپیس کنیم مثلا، نمیدونم بتونین در واقع دو تا بین هر دو خط یه فاصله بذاریم، مخصوص پایان نامه که زیاد بشه صفحه‌هاش، و از این کارا. و حتی میتونه ستون تنظیم کنه که دو ستونه پرینت بگیره و این جور کارها. مثلا من با اسلش توی من پیجا میتونیم سرچ کنیم، دنبال ستون میگردم، میگه که چقدر بین اینا فاصله بذاریم، مرج کنیم ستونا رو، جوین کنیم لاینا رو، آها داش کالوم آوتپوت کالوم و پرینت کالومز داون، بله داش داش کالومز میذاریم چی بشه. بذاریم یه تستی بکنیم، اگه شد شد، نشدم نشد. کالومز دوتا، دو ستونه الان پرینتش کرد. مثلا تونستیم واسه خنده سه ستونه پرینتش کنیم، ببینیم چی در میاد. خلاصه اینجوریه دیگه پی آر. این روزا منطقاً که ازش استفاده نمی‌کنه بیچاره رو. دستور بعدیمون NL که کار خیلی ساده‌ای می‌کنه. من کت دارم مای دیتا، این کلیر می‌کنم، NL دارم مای دیتا، NL نمبر لاینز شماره گذاری می‌کنه. خیلی هم خوشگل از این بر اومده دیگه، می‌بینید کلاً برده جلو که شماره‌ها کج نکنن. Hello, this is the second line. من تا میگم این
گویی که تو خط 13 هم نوشتی این اتفاق براش افتاده. به هر حال دستورن دیگه، این روزها خیلی کمتر استفاده میشن. بازم معلومه که من میتونم با هر چیز دیگه هم قاطیش کنم، بگم مثلا فقط هدش رو به من نشون بده، فقط در خط اولو میخوام، هر کار دیگه که میتونستیم با پایپ انجام بدین. یه نکته فقط اینه که یادتون باشه که cat dash n هم نامبر لاین میکنه. یعنی من اگر بگم my data رو cat کن با سویچ n فقط هم هدش رو به من نشون بده، دقیقا همین اتفاق میفته. در اینچه این خط دستور بدبخت فقط باعث شده که نویسندش با افتخار بگه که من یه برنامه دارم، آقای دیوید مک‌کنزی، توی من آخراش آتور اینا رو نشون میده. اوکی، دستور بعدیمون فرمته که ریفرمت میکنه یه فایل تکست رو. ریفرمت یعنی چی؟ یعنی میتونه تنظیم کنه. مثلا بگیم من نمیخوام فایل تکستم هیچ خطش بیشتر از 60 کاراکتر داشته باشه، یا این که میگیم من میخوام تای خطام به هم بچسبه، یا میخوام اینجوری بشه اونجوری بشه، هر کاری که میخواییم بکنید. مثلا ببینید من فرمت میکنم، فرمت همون مای دیتایی که دارم همش رو میاد به هم میچسبونه، تو هر 60 کاراکتر میره خط بعدی. یه جوری هم که کاراکترها نشکنن دیگه، یعنی مثلا AN نمیذاره بره بعدی، میفهمه که این یک کلمه است، سر اسپیس میره. حالا الان اتفاقی اینجوری به هم وصل شده به این باحالی. شاید هم همیشه به این باحالی وصل میشه، بذارین تست کنیم. من میگم فرمت ور اون دی مسیج خیلی خوبه همیشه، دی مسیج یا اصلا باحال‌تر از اون سیسلاک. نه دیگه همیشه آخرش یکی نمیشه. اوکی، فرمت مای دیتا. الان واقعا این چیزا تقریبا کاربردی ندارن. من میتونم مثلا بگم با داش n 80 تا 80 تا میخوام، نمیخوام که شد من fmt میگه که کرون مارجین چقدر باشه، پریفیکس چی باشه، یعنی همه ی لاین ها رو با یه چیزی شروع کنیم، اسپلیت اونلی بکنم، آن w ارزشه. منم میبینیم چجوری استفاده میشه دیگه. من میگم با عرض 80 همین کارو بکن، قبلا با عرض 60 بود، میگم با عرض 100 این کارو بکن، 100 میشه طول. تقریبا هیچ کاربردی نداره. اگه یکی بخواد خیلی باحال باشه توی سیبیتی ناکت میگفت اون ایمیلایی که میاد الکی آدمو تای خطی که خودشون میبینن انتر زدن یه سری محملی برای شما اومده، اونجا میتونین بدینش به فرمت که فرمت مرتبش کنه. حالا اگر حال حوصله‌شو داشتید، به هر حال فرمت رو هم دیدین که دو تا دستوری که معمولا استفاده نمیشه بودین، دو تا دستوری که بسیار استفاده میشه، سورت و یونیک. سورت سورت میکنه، یونیک یه کارهای جالبی میکنه، در واقع اونایی که یه چیز هستن رو پیدا میکنه یا حالا انواع مختلف. ببینین من یه فایلی دارم به اسم cat، بزنین ls بگیرم ببینم چه فایلایی دارم. یه فایل فکر کنم براتون آماده کرده بودم، my files what i have cat، چیزایی که من تو زندگیم دارم، لپتاپ، یه جفت جوراب دارم، تیشرت دارم، یه دونه توپ دارم، یه سری جوراب دیگه دارم، یه دونه جوراب دیگه، عینک هم دارم. میخوام اینا رو مرتب تر ببینم، میگم سورتشون کن به ترتیب حروف الف با شدن. توپ دارم، عینک دارم، لپتاپ دارم، جوراب دارم، جوراب دارم، تیشرت دارم. میتونستم سورت داش آر بکنم، معکوس سورتشون کنم، در واقع میشه تیشرت، جوراب، جوراب، فلان. سورت خیلی سویچ زیادی داره، در واقع من انواع و اقسام سویچ ها رو میتونم بهش بدم، همچنین چندین ورودی میتونم بهش بدم مثل هر چیز دیگه. یعنی من میتونم بزنم سورت مثلا یوزز و هاوکول، اینا رو سورت کن، جادی 5، جادی اوبونتو، ندا مک، روبیک 2، روبیک ویندوز. در واقع انگار اون دوتا اگر کت میکردم اینجوری میشد، اول فایل یوزز رو نشون میداد، بعد فایل هاو کول رو نشون میداد که کی چقدر باحاله و کی چی استفاده میکنه. اگر سورتش کنم این خروجی اینجوری شده. من همچنین میتونستم این کارو بکنم، بگم اینها رو کت کن به عنوان ورودی بدتشون به سورت، اینجوری اتفاق میافتاد. اوکی، یکی از سویچ های مشهور سورت که من اینجا اووردم یا نه ولی خیلی استفاده میشه، وقتی که میخواین نامریک سورت کنین. بذارین یه فایل براتون درست کنم، سورت تست میذارم اسمشو، پسوندم میذارم مثلا txt، تو لینکس مهم نیست پسوند. میگم که 8 1 5 12 99
12 23 7. اوکی، من یه فایلی دارم به اسم test sort test، این شکلیه. من اگه بگم اینو سورت کن چه اتفاقی میفته؟ میشه 1 12 12 23 5. چرا؟ چون که سورت میاد از کاراکتر به کاراکتر شروع میکنه. حالا انواع سویچ ها داره، خودتون میتونید ببینین که از فیلد چندم سرچ کنه، فیلد چندم رو بیخیال چه موقعی سورت کردن و اینجور کارها. اما وقتی که میگین سورت کن در حالت معمولی، میاد سورت میکنه کاراکترهای اول رو سورت میکنه، بعد میره کاراکترهای دوم، درنچه 1 1 1 1 2 5 7 8 9. بعدش در واقع اینا دیگه سورت شدن به این ترتیب دیگه، فقط اینهایی که مشترک بودن از کاراکتر دوم شروع میکنن سورت کردن. که حالا در این حالت خاص من بهتر بود که اینجا مثلا یه دونه 11 هم میذاشتم. خب ببینید سورت میکنم، در نتیجه میشه 1 1 1 1 2 5 7 8 9، سورت شد. حالا اونایی که کنار هم افتادن که همشون یک بودن، از اینجا میاد منظمشون میکنه، یعنی در واقع میگه خالی 1 2 2 3، بعد دیگه هیچ، چون اینه که فقط شبیه بودن رو کنار هم گذاشته. از کاراکتر اول، بعد کاراکتر دوم، بعد کاراکتر سوم سورت میشه. یه سویچ مهمش داش اینه که عددا رو بفهمه، درک میکنه که من دارم عدد سورت میکنم. در نتیجه اگر این 1 5 با اینکه این حرف اولش 1 ولی میره پایین تر چون 11. پس داش این سورت بسیار بسیار مهمه. دستور بعدیمون یونیکه. یونیک بذارین اول کات کنم، What I have رو کت میکنم. یه لپتاپ، جوراب، تیشرت، توپ، جوراب، گلاس. من اگر بگم اینو برام یونیک کن، اتفاقی که میفته اینه که جوراب رو فقط یک بار میخواستم بنویسه. چرا ننوشت؟ چون که یونیک همیشه تو ورودی سورت شده کار میکنه. فراموش نکنیم، همیشه این اشتباه میشه. واقعیت رو بخوایم منم الان حواسم نبود. من باید اول فایلم رو سورت کنم، خروجیش رو بدم به یونیک. گفتیم به ابزارهای یونیکس، ابزارهایی هستند که بسیار بهینن، یه کار میکنن و خیلی خوب. اگر من میخوام اینو مقایسه کنم، یونیک رو سورت شده مقایسه میکنه که سریع تر باشه. سورت میکنم فایلم و خروجیش رو میدم به یونیک، مینوشته توپ، در واقع تمام وسایلی که من دارم رو گفته بدون تکرار، جوراب فقط یکیه. یونیک سویچ های زیادی داره. سویچ داش سی کانت میکنه، در واقع فقط یونیکا رو میده، جوراب رو یه بار میده، ولی جلوش مینویسه که این دوتا از این بود. یونیک داش سی. یونیک داش یو در واقع فقط اونایی که یونیکن رو میده، یعنی جوراب که دوتاست رو نمیده، در اصل داره میده من از چی یه دونه دارم، جوراب که دوتا بود و از این حذف کرده. و در نهایت یونیک داش دی که فقط دیفرنت ها رو میده، تنها چیزی که من تکراری دارم جورابه. پس یونیک در حالت عادی فقط از هر چیز یک بار تکرارش رو نشون میده، تکرارها رو حذف میکنه. یونیک داش سی میشموره از هر چی چند تاست. یونیک داش یو اونهایی که تکراری نیستن رو فقط نشون میده، اگه دوتا جوراب دارین کلن جوراب رو نشون نمیده. و یونیک داش دی فقط اونهایی که تکراری رو نشون میده. خیلی زیاد استفاده میشه، چون شما میخواین ببینین آیا فلان ارور بوده تو سیستمتون یا نه. حتی بعضیا واسه گرپ هم استفاده میکنن، ترکیب گرپ و اینا اگر دقیق باشه میگه چند تا از هر کدوم بوده، چی بوده که هیچ جا نبوده. دستور یونیک، فقط یادتون باشه که حتما باید قبلش سورت کرده باشید. اینجا یه سویچ هم آورده بودم براتون که یادم رفت بگم، فقط بدونین سویچ F فیلد 1 رو بیخیال میشه، فیلد با اسپیس جدا میشه، شما میتونین روی ستون دوم مثلا یونیک بگیرین. دستور بعدی دستور کات که میتونه یه بخش عمودی از فایل رو بگیره، ببره در واقع. دقیقا مثل اینکه کاغذ دارین با قیچی بگین این قسمتشو میخوام ببرم. این کاری که تو ادیتورهای متنی نمیتونین انجام بدین. تو ادیتور متنی شما میتونین خطا رو سلکت کنین، نمیتونین عمودی سلکت کنین. ببینین منظورم چیه؟ cat uses، میگم تو فدورا استفاده میکنی، جادی اوبونتو، روبیک ویندوز، ندا هم مک. من میخوام ببینم چه سیستم عامل‌هایی حالا استفاده میشن. میتونم بگم کات کن فیلد دوم رو، اینجا فیلد اوله، فیلد دوم اینه، داش دی دلیمیتره. تو خیلی از دستورها این شکلیه، میگه چه چیزی فیلدها رو از هم جدا میکنه. میگم اسپیس، چون که حالا اسپیس رو اگه همینجوری میزدم خب نمیفهمید داش دی چی، میتونستم اینجوری بگم، ولی اگه مثلا کاما بود میتونستم اینجوری هم بگم. میگم اسپیس
فیلدها رو از هم جدا میکنه و من فیلد دوم رو میخوام توی uses. فیلد دوم جدا شد با دلیمیتر این. میتونستم حالا اگر فایلم یک شکل دیگه ای بود، مثلا حتی همین فایل ببینین clear cat uses، معلومه که اگه همه اسما رو میخواستم که میتونستم بگم فیلد یک دلیمیتر هم هنوز اسپیسه. دلیمیتر دیفالت تبه، در نتیجه اگه مثلا من از فایل how cool که با تب جدا شده استفاده میکردم میتونستم بگم که cat کن how cool رو، ورودیش رو بده به cat، فیلد یک رو فقط به من بده، اسم همه آدم ها رو میداد چون با تب جدا شده و دیفالت اوکیه. یه کار دیگه این بود که بگم کات کن هاو کول رو ببخش، آره درست گفتم، معمولا راست ما سویچامون رو اینجا میزنیم، تا هم میتونستیم بزنیم، با کاراکتر 2 تا 4 یا اینکه بگم 2 3 5 مثلا، کات کن هاو کول رو که بتونم مقایسه کنم. من میگم کاراکتر 2 و 3 و 5 رو از هر خط بده، 2 و 3 و 5 اسپیسه، اینم 2 و 3 و 5 اسپیسه، 2 و 3 و 5 سیه. در واقع میتونم اینا رو این شکلی از هم جدا کنم. کات میتونه ستون جدا کنه، بخشایی از یه فایل رو جدا کنه و اینجور چیزها. دلیمیتر دیفالتش تبه ولی میتونیم با دش در واقع دی جدا کنیم. دستور بعدی دستور پیسته. پیست هم از اون دستور هاست که یه کاری میکنه که ادیتورهای متن معمولی نمیتونن بکنن. چیکار میکنه؟ هاو کول رو واسه من نشون بده، یوزرز رو نشون بده. میگم پیست کن هاو کول رو در واقع با یوزرز، یوزرز رو پشت هاو کول پیست کن. خط اول این رو با خط اول این ترکیب میکنه، یعنی این رو برمی‌داره، اینم برمی‌داره، میذارتشون روبروی هم، اینو برمی‌داره، خط دومش رو، خط دوم اینم برمی‌داره میذاره پشت هم، خط اول فایل اول، خط اول فایل دوم، خط دوم فایل اول، خط دوم فایل دوم، پیست میکنه پشت هم. شما این کارو عملا توی ادیتور تکست نمیتونین انجام بدین، دقت کنین فقط خطا رو میذاره. الان خطای من برابر بودن، بذارین روی هاو کول بذارم، روی اون یکی بذارم یوزرز، میگم اوپن، مثلا چه میدونم نسرین هم چی استفاده میکنه؟ آرک استفاده میکنه. خب حالا اگر همون پیست رو انجام بدم خط آخر خالیه، چون در واقع از این فایل هیچی نبوده، دومی رو ادیت کردم که ببینین که در واقع تیک اولش خالی میمونه، اون ور میذاره، برعکس بودم همین میشد، فقط خط اول، خط اول، خط دوم، خط دوم میاد پایین، فایل ها رو با هم ترکیب میکنه. این کار اصلی پیسته. مشخصا همیشه من پیست اطلاعات خیلی بیشتری به شما میده که میتونه کارهای بیشتری بکنه. دلیمیترش مثلا با چی جدا بشه؟ داش دی. من میتونم بگم که داش دی من کاماست، دوتا رو با هم از کاما جدا کنه. میتونم بگم دشتیش کاماست، بعدش مثلا اکسپندش کن، هر کاری که دوست داری. اوکی؟ از این جالبتر جوینه که دیگه عملا میریم تو کار دیتابیسی. جوین میتونه دو تا فایل رو با هم جوین بزنه به معنی SQLیش. ببینیم هاو کول اینه، کات یوزز هم اینه. مثل همیشه روی فایل های سورت شده اینجور چیزا کار میکنن. من میگم سورت کن هاو کول رو توی هاو کول سورت. چیکار کردم؟ آها یادم رفت، خروجیش رو بریز توی هاو کول سورت. همچنین سورت کن یوزز رو، خروجیش رو بریز توی یوزز سورت. اوکی حالا میگم جوین بزن، بزنیم تمیزش کنم، کات هاو کول سورت، کات یوزز سورت. میگم حالا جوین بزن هاو کول رو، سورت شدهش رو با یوزز سورت شدهش. میاد نگاه میکنه از فیلد اول، فیلد در واقع مشترک رو پیدا میکنه، میگه این یه جادی داره، اینم یه جادی داره. جادی اینجا هاو کولش 5 بوده، سیستم عاملش اوبونتو بوده، پس من مینویسم جادی 5 اوبونتو، روبیک 2 اینجا چی بوده؟ ویندوز استفاده میکرده، روبیک 2 ویندوز. شما چطور بودین؟ شما خیلی کول بودین، 12 کول بودین، فدورا استفاده میکردین. شما 12 فدورا، همین سه خط رو مینویسه. چند خط نوشت؟ خروجیش رو میدم به WC-L، سه خط نوشت، همین سه خط رو مینویسه. چرا؟ چون که مثلا سینا که 6 بوده توی این فایل وجود نداشته.
یا مثلا ندا که مک داشته تو این فایل نبوده، فقط مشترک ها رو با هم طبق کلید مشترکشون جوین میزنه. بسیار بسیار کار جالبه میکنه. دوباره از این کاراست که شما نمیتونین در واقع توی ادیتور انجامش بدین، از ادیتور خیلی داریم بیشتر میشیم. در این حال یه فایل ما تب داشت، یه فایلمون اسپیس. جوین هر جور فضای سفید از جمله تب و اسپیس رو به عنوان جدا کننده فیلد ها میفهمه. پس دستور جوین رو هم دیدیم. بعدش میریم سراغ ست که اگه اشتباه نکنم آخریشه، قوی ترین و جادویی ترین استریم ادیتوری که ما داریم. استریم میاد رد میشه، ست هی انگولکش میکنه خروجی میده. ساده ترین کاری که ما باهاش میکنیم اینه که در واقع ست خیلی پیچیده است، وان لاینرای ست داریم، خیلی پیچیده نیست، با ریجکت کار میکنه. شما اگه ریجکت نوشتن بلد باشین که تو برنامه‌نویسی در واقع یاد میگیریم معمولا، میتونین خیلی کارا با ست بکنین. ست در ساده ترین حالتش کات هاو کول، من میگم ست کن هاو کول رو، میگه به من ندادی که باید چی کار کنم، میگم اوکی من الان بهت میدم باید چی کار کنی. دستورم رو این تو میدم. دستوری که معمولا ما کافیه یاد بگیریم در LPI 1 ریپلیس کردنه. یه دونه اینجا در واقع من میگم R رو همیشه با B ریپلیس کن. من فکر کنم دستور TR رو ندیدیم، تی آر اون وسط ها بود، فکر کنم در رفت از زیر دستمون. تی آر میتونه ترنسلیت کنه، بذارین اول تی آر رو بگم. تی آر شکل ساده تری از سده. فایلی که دارم اینه cat how cool، این how cool من میگم ترنسلیت کن آر رو به بی. تی آر جده معدود دستورایی که نمیتونه چیز بگیره، با ورودی فایلی بگیره، حتما باید با پایپ بهش بدی. میگم کت کن هاو کول رو، خروجیش رو بده به تی آر که میخواد تی آر خلاصه ترنسلیت، میخواد آر رو به ب ترنسلیت کنه. شد دقیقا همون، چون ما هیچ آی بزرگی نداشتیم که بکنتش ب. میگم آی کوچیک رو میخواد به ب ترنسلیت کنه. دقیقا جادی اینو به جاش بی بزرگ گذاشت، به جای اون، به جای این گذاشت. ولی اگر بگم جادی رو ترنسلیت کن به محمد، کار عجیبی میکنه. جادی رو کرد مم، سینا رو کرد SMNA. یادتون باشه TR string رو به string ترجمه نمیکنه، کاراکتر رو به کاراکتر ترجمه میکنه. اگر من اینو نوشتم باعث میشم J به M ترجمه بشه، A همون A بمونه، D به M ترجمه بشه و I هم به M، اینا رو هم بی خیال میشه. اگر برعکس نوشته بودم، مثلا اینجا نوشته بودم که 1, 2, 3, 4, 5 رو هم به اینا ترجمه کن، چی میشد؟ بالا بزنم توضیح دقیق بدیم. J رو به M ترجمه میکردن، چه جادی J شده M. A رو همون A نگه میداشت، D رو به M ترجمه میکرد، I رو هم به M ترجمه میکردن، چه جادی این شکلی میشد، سینا هم Iش میشد M. بعدش میومد مثلا 1 رو به A ترجمه میکرد، 2 رو به D، 3 و 4 و 5 رو هم به هیچ، در نتیجه این شکلی میشد ترکیب. اگر اینجا یه شیش هم داده بودم، اصولا اون شیش هم ببینیم به دی ترجمه میشد. تمام اینها رو به آخری ترجمه میکنه، درجه ترجمه کاراکتر به کاراکتر، خودش میگه مجموعه این ست رو به این ست ترجمه میکنه. خیلی تی آر ساده است. خیلی وقتا ما تی آر رو استفاده میکنیم برای اسپیس و اینجور چیزا، میگیم اسپیس رو ترجمه کن به خط فاصله، هیچ کاری نکرد. چرا؟ چون من اینجا تب دارم، میگم تب رو ترجمه کن به خط فاصله، یا باحال‌تر از اون میگم تب رو ترجمه کن به اسپیس، بعد تو خروجیش ترجمه کن اسپیس رو به خط فاصله که همه اسپیس ها هم تبدیل بشن. ببینید اینجا من دوتا اسپیس داشتم، اینم تبدیل شد به این. اوکیه؟ خب برمیگردیم به ست. ست از تی آر کار پیچیده تری میکنه. من میتونم بزنم ست، همیشه دستوری که معمولا توی LPI داریم S، برای در واقع سابستیوت کردن، تعویض کردن A با B. توی فایل اسمو بهش میدیم، مثلا چی؟ uses. همونجوری که دفعه پیش هم دیدیم در واقع A و B ندارم، پس من میگم A کوچیک رو ترجمه کن به B. همه ی A‌های کوچیک تبدیل شدن به B. اوکیه؟ حالا میتونم اینجا چیز مختلف تری بگم، مثلا بگم که یو، به جای یو بنویس شما، به جای یو نوش شما. اوکی؟ توی اون تبدیل
خواهم یه سیفت که تکراری باشه اینجا. بذار ببینم، جادی، اوبونتو، ندا و مک. این مثال خوبی بود. ببینید ندا و مک، گفتیم آر رو تبدیل کن به ب، ولی فقط آی اول رو تبدیل کرده. اگر میخواستیم همه آها رو تبدیل کنه میگفتیم جی، همه آها رو بزرگ کنه. صفحه رو پاک میکنم، فایلم رو کت میکنم، یوزز، من میگم که میخوام همه آها رو به آی بزرگ تبدیل کنم. تبدیل کن آها رو به آی بزرگ توی یوزز. دفعه پیشم دیدیم فقط آی اول رو تبدیل کرد. اگر بخوام همه، این روی استرینگ کار میکنه، هر خط در واقع توی اون خط اولی که ببینه این تبدیل رو روش انجام میده. اگر اینجا جی بذارم گلوبال میشه، سابستیتیوت ای کوچیک با ای بزرگ گلوبال. الان همه آها رو تبدیل میکنه، یعنی توی خط که میاد به اولین نمونه که میرسه تبدیلش کرد، نمیره خط بعدی، تا ته خط میره همه رو عوض میکنه. در نتیجه ندا و مک هر دو تاشون ایشون بزرگ شد. این در واقع اصلی ترین چیزی که شما باید از سد بدونید. سد ادیتور متن، در واقع ادیتور استریم، استریم ادیتور SED، و کاری که میکنه در واقع تمام خطها رو یکی یکی نگاه میکنه برای این فرمولی که بهش دادیم که S مشهورترینش، در واقع واسه این ریجکت میده. ولی ما ریجکت سادهمون اینه، عوض کردن یه چیزی با یه چیز دیگه که میتونه هر چند کاراکتری هم باشه دیگه. مثلا من ندا رو میگم عوض کن با my dear friend، به جای ندا نوش my dear friend. کاملا شما بلدین دیگه. users میگم خروجی این رو دوباره بده به یه سدی که عوض میکنه، همیشه توی این بذاریم بهتره. چی رو با چی عوض کنیم؟ مثلا من بگم که space رو عوض کن با کاما، گلوبال هم باشه، یعنی هر چند تا تو هر خطی دیدی عوض کن. میرسم به این یو فدورا، جادی اوبونتو، روبیک ویندوز، مای دیر فرند شد مک. اوکی، اگر میخواستم این اتفاق مای دیر فرند هم خراب نشه، میتونستم تازه یه پلم قبلش بگم همه اسپیس ها رو عوض کن با یه چیزی، اینجوری بگم ست کن عوض کن همه اسپیس هایی که بود رو عوض کن با خط فاصله، درسته؟ گلوبال هر چند تا که بود ببندش تو فایل یوزرز، خروجیش رو بده به یه سد دیگه که ندا رو با مای دیر فرند عوض میکنه، خروجیش رو بده به یه سد دیگه ای که اون خط فاصله ای که اونجا گذاشتیم رو با کاما عوض میکنه. اینجوری شد. هر کاری بخوام بکنیم میتونید دیگه، و به لازم هم میتونید رو به هم بچسبونید. حالا من میتونم خروجی نهایی رو بدم به سورت که به ترتیب حروف الف با هم بده، یا بدم به کات فیلد یک، جدا کننده ما کاماست، یو جادی روبیک مای دیر فرند و نسرین، در واقع همه دوستای منو نشون میده. اوکیه، دوست دیگه همش هم اینجا بذارم. فعلا همین درسمون در اینجا تموم میشه. فکر کنم طولانی ترین درسی بود که تا اینجا داشتیم. بذارین یه بار دیگه یه مرور سریع بکنیم. شما درک دارین از فایل های تکستی، آوتپوت استریما و تغییر دادنشون، دستوراتی که بلدیم، کت، کات، اکسپند، فرمت، هد، اودی، جوین، ان ال، پیست، پی آر، پرینت میگرفت، در واقع پرینت نمیگرفت، فرمتش تنظیم میکرد برای پرینت، سیت، سورت، اسپلیت که فایل ها رو تقسیم میکرد، گول نخورین، برعکس اسپلیت کت بود، فایل ها رو تقسیم میکردم، کتشون میکردم توی فایل، برعکسش جوین نبود، اسمش شبیه تیل تهونشون میداد، تی آر ترنسلیت میکرد، آن اکسپند در واقع جایگزین میکرد اسپیس ها رو با تب، یونیک و دبلیو سی. خسته نباشین، از طولانی ترین درس انرژی داشته باشین، درس بعدی هم طولانیه.